رفتید پشت کامپیوتر نشستید و میخواید مشخصات سخت افزاری اون کامپیوتر رو به دست بیارید. خب چیکار میتونیم بکنیم؟ راه اول اینه که در کیس رو باز بکنیم، بین خاکا بگردیم، مشخصات رو پیدا بکنیم که مثلا مشخصات رو بنویسیم، بعد باید دونه دونه بریم تو اینترنت سرچ بکنیم، یه سری چیزای کامل‌تر در موردش پیدا کنیم. راه دوم اینه که از سیستم عاملمون استفاده بکنیم، به شرط اینکه درایورها درست نصب شده باشه و اون قطعه به درستی شناخته شده باشه، همه مشخصات سیستم رو میتونیم ببینیم. خب از خود سیستم عامل اگه قرار استفاده بکنیم، راه‌های زیادی وجود داره. خود ویندوز یه سری دستور داره، نرم افزارهای ترد پارتی زیادی هم وجود دارن. امروز قراره چند تا از این راه‌ها رو بهتون یاد بدم و شما رو با دو سه تا نرم افزار ترد پارتی فوق‌العاده خفن توی این زمینه آشنا بکنم. دقت کنید، اگه شما در کیس رو باز کنید سی پی یو رو ببینید، یا حتی از داخل ویندوز برید مشخصات سی پی یو رو ببینید، نمیتونید بفهمید که چه پشت چه تکنولوژیایی رو ساپورت می‌کنه، ولی این نرم افزارا ریز ریز اونا رو به شما میدن. و اگه توی سازمان دارید کار میکنید، نکته اولی که اون سازمان میخواد یا میخواید برید قرارداد ببندید، میگم من مشخصات سیستممو میخوام، چون ادمین قبلیه یادش رفته این کار رو بکنه. اگه بخوای بری تک تک 50 تا 100 تا 1000 تا کامپیوتر اینجوری در بیاری، اون وقت میفهمی که یعنی چی. این نرم افزارا میتونن در عرض یک ثانیه به شما یه خروجی کامل از اون سیستم بدن و اون خروجی کامل رو به صورت PDF ذخیره کنید، همیشه داشته باشیدش. با من همراه بشید، امروز قراره بهتون یاد بدم چجوری میتونید مشخصات کامپیوترتون رو به صورت حرفه‌ای پیدا بکنید. سلام، من اردشیر کاویانی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتره و همونجوری که این همه حرف زدم و گفتم، قراره بهتون یاد بدم چجوری میتونید مشخصات کامپیوترتون رو پیدا بکنید. نمیخوام خیلی سرتون رو درد بیارم، باز تکرار میکنم چندین راه وجود داره. راه اول اینه که در کیس رو باز کنیم، که همیشه راه خوبی نیست، به خاطر اینکه شاید کیسا پلمپ باشه، از جای خریداری شده باشه، یا پر خاک باشه، یا هر چیز دیگری. راه بهتر اینه که از خود ویندوز و نرم افزارهای جانبی استفاده کنیم. خب چرا نمیگم فقط خود ویندوز؟ چون نرم افزار جانبی ها اطلاعات بیشتری به ما میدن. چرا نمیگم همیشه بریم سراغ نرم افزار جانبی؟ چون شاید روی اون سیستم نمیشه نرم افزار جانبی نصب کرد، یا اصلا شما میخوای سریع یه چیزی رو پیدا بکنی، اصلا فرصت این که بری نرم افزار جانبی نصب کنی وجود نداره. بهتون یاد میدم همه روش ها رو دونه دونه میگم. اول با خود ویندوز میگم، بعد دو سه تا نرم افزاری که میشناسم رو بهتون معرفی میکنم. وقت رو تلف نکنیم، ویدیو رو لایک کنید، اگر سابسکرایب این کانال نیستید سابسکرایب بکنید. بریم با هم دیگه شروع کنیم. خب اولین کاری که میتونیم انجام بدیم که مشخصات خیلی کمی از سیستم رو ببینیم، اینه که روی کامپیوترمون کلید لوگو و پاز رو با هم فشار بدیم. صفحه About باز میشه، نگاه کنید اینجا مدل پردازنده رو نوشته، مقدار رم رو هم نوشته. مدل پردازنده که سیستم عامل 64 بیتی ساپورت میکنه و سیستم عاملمون هم 64 بیتی رو هم اینجا گفته. این کوچیکترین اطلاعاتیه که میتونیم از سیستم به دست بیاریم. اگه بخواید رم سیستم یا سی پی یو رو بدونید، همینجا کفایت میکنه، لازم نیست کار بیشتری انجام بدیم. پس این مورد اول. مورد دوم، میخوام برم مشخصات کامل‌تر رو بدونم. روی سیستمم کلید لوگو و آر رو میزنم، ران باز میشه، اینجا تایپ میکنم devmgmt.msc، اینتر رو میزنم، دیوایس منیجر برام باز میشه. داخل دیوایس منیجر من اطلاعات بیشتری رو میتونم ببینم، مثلا اینکه تعداد دیسکام هم میتونم ببینم. خب من روی این کامپیوتر خیلی هارد دیسک دارم. یا دیسپلی ادپتور هم میتونم ببینم که کارت گرافیکم چیه. بعد اینجا قسمت های کارت های شبکه‌ام رو میتونم ببینم. پروسسور هم میتونم اینجا ببینم که چیه. مقدار رم رو اینجا نمیشه دید متاسفانه، یا اینکه من نمیدونم کدوم گزینه شده، شاید هم باشه. و یه سری اطلاعات بیشتر رو تونستم اینجا ببینم، ولی بازم مثلا این پردازنده از چه تکنولوژی پشتیبانی میکنه اینجا وجود نداره. پس اینم راه دومه. راه سوم اینه که بریم سراغ کامند پرامپت. من CMD رو تایپ میکنم، به صورت ادمین بازش میکنم. برای اینکه ادمین هم باز کنید، کنترل شیفت و اینتر رو با هم بزنید، تو حالت ادمین باز میشه. حالا اینجا میام از یه دستوری استفاده میکنم، یکی از خفن ترین دستورات ویندوز. همه اون نرم افزارا با این دستور کار میکنن، خوبه اینو بدونید. اسم دستور هست WMIC. من این رو میزنم، نگاه کنید وارد محیط خودش میشه وقتی شما WMIC رو میزنید و اینجا یه سری دستورات کار میکنه. من علامت سوال میزنم، چیزی به من نشون نمیده. Help میزنم، همچنان چیزی نمیتونید ببینید. باید دستور رو بدونید دقیقاً چجوری کار میکنه. مثلا من میخوام مادربردم رو بدونم، میزنم baseboard. نگاه کنید مشخصات مادربرد من رو کامل برام میاره، ولی یه جوری به هم ریخته و درب و داغونی که فهمیدنش خیلی سخته. از اینجا
همه چیز اینجا هست. نگاه کنید مادربرد من ایسوس، مدلش تاف X470 پلاس گیمینگ و همه چیز هست، ولی خوشگل به ما نشونش نمیده. مثلا میخوام سی پی یو رو بدونم. نگاه کنید مشخصات سی پی یو رو میاره، تمام تکنولوژی ها همه چی اینجا نوشته شده، ولی انقدر در هم بر هم نشون داده که سخت پیدا کردنش. مثلا اینکه اینجا دارم میبینم آقا 3400 وگا هم ساپورت میکنه همه چی، ولی سخت دیدنش. پس برای اینکه این نرم افزار سخت کار کردن باهاش، حالا یه سری نرم افزار دیگه به وجود اومدن که میان از این دستور استفاده میکنن و اونا رو به ما به صورت گرافیکی نشون میدن. دستورات WMIC رو من توی وبسایت سعی میکنم یه مقاله بذارم و تمام توضیحات هر دستوری چه چیزایی میتونید وارد کنید رو اونجا واسهتون مینویسمش. شاید هم تو توضیحات اضافهش کردم. خب پس تا الان ما یاد گرفتیم به سری اطلاعات رو اینجوری به دست بریم. این روش سوم. بریم سراغ روش چهارم که باز بهتر از بقیه است. من دونه دونه دارم میام جلو تا برسم به بهتریناش. داخل استارت تایپ میکنم سیستم اینفورمیشن. این سیستمو بزنی اولیش میاد. سیستم اینفورمیشن برام باز میشه. اینجا خیلی جمع و جورتر، خوشگلتر، ترتمیزتر این چیزا نوشته شده. اول نوشته آقا مثلا پروسسور من چیه؟ بایوس هم ورژنش چنده و چه جوریه؟ نگاه کنید SMB بایوس ورژن رو هم حتی نوشته. مثلا من بایوسم 3.3 الان. بعد میام پایین‌تر رمم رو شناخته، مقدار رم کامپیوتر و توضیحاتش. میتونم این هاردور ریسورس رو باز کنم. اینجا بیام اطلاعات بیشتری در رابطه با هاردورم ببینم، میذارم تا لود بشه. بعد مثلا ببینید کانفلیکت شیرینگ هم رو میتونم ببینم چیا با چی شیر کردن، DMA، دونه دونه هر کدوم از اینا رو میتونید بزنید و توضیحات بیشتری رو در رابطهش بدونید. توی قسمت کامپوننت دوباره مشخصات سیستم نگاه کنید. مثلا مالتی مدیا آدیو من چیه، ویدیو من چیه، مشخصات دقیقا از کجا داره چه فایلایی میخونه. خیلی چیزای توضیحاتی بیشتری میشه از اینجا دید، ولی بازم به نظرم یه ذره سردرگم کننده است. من به راحتی نمیتونم بفهمم، سخت اینا رو فهمیدن. خب دونه دونه باید بیای بزنی، یه ذره سخته. پس میخوام باز برم سراغ روش بعدی که روش بهتریه. بریم سراغ روش پنجم. روش پنجم استفاده از نرم افزارهای ترد پارتیه. اول نرم افزار که خیلی هم دوستش دارم و خیلی کار کردم باش راحته، نرم افزار اسپسیه. نرم افزار بسیار ساده است، اجراش میکنی و تموم، هیچ کاری نداره. نگاه کنید همه اطلاعات رو میاره. سی پی یو من رایزن 5 پرو، الان دمای سی پی یو چنده. دقت کنید این نرم افزار رو اگر روی ماشین مجازی اجرا بکنید خیلی توضیحات کمتری بهتون میده. ببینید من رو ماشین مجازی ام اسپسی رو اجرا کردم. نگاه کنید اولا دمای سی پی یو نمیتونه بده، بعد مادربرد رو نمیتونه بشناسه، خیلی از گرافیکو نمیتونه بشناسه چون روی ماشین مجازی اجرا شده. اینو حواستون باشه. ولی اگر رو کامپیوتر واقعی اجراش کنید، نگاه کنید توضیحات کامل گرافیک چیه، استوره چند تا داری، هر کدوم دماشون چقدره. مثلا من اپتیکال درایو ندارم، آدیو. خب حالا مثلا سی پی یو رو میخوام اطلاعات بیشتر کسب کنم، روش میزنم. نگاه کنید ریز به ریز چه اینستراکشنایی رو ساپورت میکنه، ویرچوالیزیشن ساپورت میکنه یا نمیکنه. البته اینجا نوشته نات ساپورت، ساپورت میکنه. دونه دونه همه توضیحات رو زده. شاید از این سوتیا هم ببینید تو نرم افزار، به خاطر اینکه درست نتونسته بشناسه و شاید نیاز به آپدیت داشته باشه. این نسخه من شاید یکم قدیمی باشه، باید حواستون به اینم باشه. بالاخره امکان داره اشتباه هم باشه. به یه دونه نرم افزار هیچ وقت کفایت نکنید و دو سه تا نرم افزار مختلف رو شاید لازم باشه چک بکنید، ولی اغلب چیزایی که مینویسه درسته. تعداد رم رو نوشته، گرافیک من دقیقاً مانیتور یکم چیه، مانیتور دوم چیه، چجوری شناخته، توضیحات خیلی کامل. اپتیکال که ندارم، آدیو، پریفرال هام، حتی خود اپراتینگ سیستم ریز به ریز همه چیزو گذاشته که چجوریه، حتی چه هات فیکسایی نصب شده، چیا نصب نشده، پروسس لیستام چیه و غیره. نکته جذابش اینه که این نرم افزار میتونه به شما خروجی بده به صورت XML یا به صورت تکست فایل میتونه به شما خروجی بده. من مثلا نمونه تکست فایل رو واسهتون باز کنم. ببینید این نمونه تکست فایل سیستم منه. خب ببینید ریز به ریز همه توضیحات رو گذاشته، دقیقاً چه سرویسای رانه، چه سرویسای خاموشه، همه چیزو میتونید بگید. فرض کنید تو شما توی شرکت کار کنید و کامل توضیحات رو میتونید از این بردارید، هم به صورت XML هم به صورت تکست. و نکته جذاب، میتونه به شما پرینت بده که اگه اون رو به صورت
پی دی اف سرچ سیو بکنی، پی دی افی که به شما میده قابل سرچ کردنه. اینم خیلی جذابه و میتونید ازش توی ادارات استفاده بکنید. پس اینم از نرم افزار بعدی که نرم افزار اسپسی بود. یه نرم افزار دیگه که اونم خیلی نرم افزار معروفیه، نرم افزاریه به اسم HW Info. HW Info هم ببینید قیافش مشابه اون نرم افزار اسپسیه و خیلی کامل میتونه به شما اطلاعات بده. من رو سامری میزنم. وقتی به سامری میزنید نگاه کنید، اولا مشخصات CPU و GPU من رو میاره، کامل توضیحات رو گذاشته در روتش، دمای کلاک ها و کورش الان داره رو چه مگاهرتزی کار میکنه رو اینجا میتونم ببینم. هر کدوم از تکنولوژی هایی که ساپورت میکنه ببینید اینجا چقدر خوشگل تر داره و نشون میده که دقیقاً چی ساپورت میکنه. بری پشت سرور میفهمی این نرم افزار چقدر کار خفنی داره واسهتون انجام میده. من پشت سرور همیشه با این کار میکنم. HW Info مشخصات سرورها رو مثلا CPUشون رو خیلی خفن به من میده. بعد از اینجا میتونید بقیه مشخصات رو هم ریز بریز ببینید. من دیگه واسه اینکه ویدیو طولانی نشه توضیحات رو بیشتر نمیدم. نگاه کنید قشنگ شناخته آقا دو تا رم داری، هر رمی دقیقاً چیه، چه کلاکی داره، رو چه کلاکی کار میکنه و غیره. خیلی خیلی کامل مشخصات رو میده. دوباره تاکید میکنم اگه این نرم افزار رو روی محیط مجازی اجرا بکنید، دوباره همونه اینجا ندارمش و مشخصات کاملی به شما نمیده. یه نرم افزار دیگه، این دوتا نرم افزار نکته جذابشون اینه که هر جفتشون نسخه پورتیبل توی سایت ایرانی میتونید واسه شون پیدا کنید، ولی اگه خواستید نرم افزار رو بگیرید نسخه فریشون کفایت میکنه و کار شما رو راه میندازه. hwinfo.com نسخه فری داره، لینکش توی توضیحات میذارم واسهتون. اسپسی هم نسخه فری داره که اونم لینکش رو توی توضیحات میذارم. نرم افزار اسپسی مال شرکت سیسی کلینر خریدتش و چندین نرم افزار فوق‌العاده خفن داره این شرکت که اگه خواستید میتونید نرم افزارشو بگیرید و استفاده بکنید. نسخه رایگانشون هم عموما به اندازه کافی خوب هستن. نرم افزار بعدی یه نرم افزاری که اینم خیلی زمانی معروف بوده، جدیداً آپدیت خیلی زیادی ازش نیست. آخرین نسخه که من پیدا کردم نسخه 2015 به اسم PC Wizard. به نظر من اونقدر خوشگل نیست، ولی نکته جذابش اینه که خیلی ازش استفاده میکنن. خروجی تحت شبکه میتونه به شما بده. این قسمت نگاه کنید میتونه مثلا از این گجت ها بسازه روی صفحه استفاده کنید، که البته اینا رو خیلی راحت تر از این حرفا میشه ساخت. و من چون اینو دوباره روی کامپیوتر مجازی اجرا کردم اونقدر اطلاعات کاملی به من نمیده. این افزار متاسفانه نسخه پورتیبل نداره، ولی اسپیسی و HW Info نسخه پورتیبل داره که به راحتی میتونید نسخه پورتیبلشون رو استفاده بکنید. البته از سایت ایرانی باید بگیرید یا باید خودتون پورتیبلش کنید، که واسه اینکه خودتون پورتیبلش بکنید من باید یه ویدیو واسهتون بسازم و حتما به زودی این ویدیو رو آماده میکنم. راستی یه نکته، چند وقت پیشه که بچه ها با من پیغام داد که مدل پاور سیستم رو چجوری میتونم با نرم افزار پیدا بکنم. گفتم خب مدل پاور به چه دردت میخوره؟ در کیس رو باز کن ببین چجوریه. گفت نه، توی سازمانه که نزدیک مثلا 200 تا کامپیوتر داره و مسئول گفته که مدل پاور رو میخوام. واقعا هر چقدر فکر میکنم مدل پاور توی یه برگه نوشتم به هیچ دردی نمیخوره. اون پاور باید تست بشه ببینی سالم یا سالم نیست. وات پاور خیلی مهمتر از مدل پاوره. به چه دردت میخوره مدل پاور رو بدونی؟ اگه یه دونه کامپیوتر بود میگفتم در کیس رو باز میکنم اینم 200 تا کامپیوتر، کامپیوتری که توی سازمان پر خاک گرفته زیر پا، واسه چی باید طرف بره مدل پاور رو در بیاره؟ واقعا یه خواسته خیلی مسخره و الکیه. این همه نرم افزار ساخته شده هیچ کدوم مدل پاور رو توش نمی نویسن. یعنی چی؟ یعنی واقعا چیز به درد بخوری نیست، هیچ فایده ای نداره. وات پاور رو باز میخواست قابل توجیه بود، میگفتم باشه، و وات رو نمیشه اندازه گرفت به خاطر اینکه واتی که داره خروجی میده متفاوت میتونه باشه. من همین الان بخوام وات پاور رو خروجی بگیرم باید پاور رو وصل کنم به دستگاه ازش خروجی بگیرم. نمیشه اینجور چیزی رو فهمید. خواسته غیر معقولیه. اگر خواسته معقولی دارید که فکر میکنید توی نرم افزار نیست، توی توضیحات بنویسید براش ویدیو جداگونه درست میکنم. اینجور خواسته خواسته غیر معقوله. خب اینم از این 5-6 تا روش بهتون یاد دادم که بتونید دونه دونه مشخصات سیستمتون رو پیدا کنید. اون روش‌های اول رو دست کم نگیرید. خیلی وقتا امکان داره شما برید پشت کامپیوتر بشینید و فقط لازم باشه CPU رمش رو بدونید. اصلا نیازی نیست بقیه چیزا رو بدونید. به راحتی با همون روش اول جوابتون رو میده. یا امکان نصب برنامه، نصب کردن فلش، هیچ چیز دیگری وجود نداره. اینترنت نداری که اصلا بخوای برنامه رو دانلود کنی. باید با اون قسمت‌های اول کار رو یاد بگیری. اون دستور WMIC رو من سعی می‌کنم توضیحات کامل
عنوانش رو یا توی توضیحات بذارم یا اگه نشود حتما یه مقاله توی وبسایت چهارراه کامپیوتر قرار بدم. اگه هنوز نمیدونید ما یه وبسایت داریم به اسم چهارراه کامپیوتر، یه عالمه مقاله آموزشی میتونید اونجا پیدا بکنید، محصولاتمون هست. اگه دوست داشتید حمایت کنید میتونید از اون محصولات خریداری بکنید اگر دوست داشتید و به کارتون میاد. و یه راه حمایت دیگه هم وجود داره، اونم اینه که یعنی دو تا راه وجود داره. روش اول اینه که این ویدیو رو برای دوستانتون هم ارسال کنید و اونا رو هم دعوت کنید که به کانال یوتیوب ما بپیوندن. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی از چهارراه کامپیوتر انجام بدید که من بتونم اینجا رو بزرگترش بکنم و ویدیوهای بیشتری بسازم، لینک هامی باش رو توی توضیحات واسهتون میذارم. میتونید توی هامی باش هر مبلغی که دوست داشتید به چهارراه کامپیوتر حمایت کنید، از چهارراه کامپیوتر حمایت کنید و این حمایت کاملا دل بخواهیه. اگه دوست داشتید میتونید این کار رو انجام بدید. خب امیدوارم که آموزش به دردتون خورده باشه. من سعی کردم اون چیزایی که میدونم خیلی سریع بگم و متاسفانه واسه این که توضیحات مجبورم بیشتر بدم بعضی وقتا ویدیو طولانی میشه. امیدوارم که ویدیو خیلی طولانی نشه و حوصله‌تون سر نره. من اردشیر کابینی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتر. لایک و کامنت و سابسکرایب و فالو یادتون نره. فعلا خدا نگهدار.